اگر به یاد داشته باشید در برنامه های گذشته درباره روند و تلاشی که در جامعه ایرانیان خارج از کشور برای شکستن حلقه های سانسور پدید آمده پس از وقوع انقلاب سال 1357 خورشیدی در داخل ایران انجام شده بارها به تفصیل صحبت کردیم. از تلاش رسانه ها، مطبوعات، برخی سازمان های فرهنگی و البته تلاش اصلی و شاید مثمر ثمری که در عرصه نشر ایجاد شد تا بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی که در این سالها در داخل ایران در حال تغییر یا تحریف سازمان یافته حکومتی بود در خارج از ایران به صورت امانت و ودیعه‌ای که نزد ایرانیان به یادگار مانده تا روزی روزگاری با خود به ایران بازگردانند به جد کوشش و مجاهدت شده. در این راستا برخی سازمان ها و نهادها از جمله مؤسسه شرکت کتاب که بیژن خلیلی کارشناس ارزشمند و گرانمایه همین برنامه مدیریت و تأسیس اون رو به عهده داره و برای 36 سال گذشته اون رو مدیریت کرده نیست، از همین دست سازمان های فرهنگی است که در طول بیش از نزدیک به 4 دهه بیش از 3 دهه فعالیت خود کوشیده تا بخش های مهم و تاثیرگذار از تاریخ کشورمون رو در پناه چاپ در خارج از کشور در دامان آزادی نگهداری کنه تا روزی روزگاری پس از سرنگونی روز جمهوری اسلامی که قطعا دور نخواهد بود و با خواسته و رأی مردم ایران در پای انتخابات آزاد و در پای صندوقه های رأی یقینا چنین رویدادی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد، بار دیگه ابعاد لازم برای بازآفرینی فرهنگی در داخل ایران و نفع و در حقیقت پاک کردن اثرات شستشوی مغزی در جامعه و البته تحریف سازمان یافته آثار و ادب پارسی گرفته تا تاریخ و جغرافیا و بسیاری از متون دیگر که متون کلاسیک ایرانی محسوب میشن رو از نو با زمینه های لازم و البته روند توسعه یافته در حوزه این نشر بروز شده همراه کنیم. ماجرا حتی تا به اینجا هم ختم نشده و در سالهای گذشته بخش کتابهای الکترونیک در شرکت کتاب به عنوان نوین ترین روش برقراری ارتباط با مخاطب خصوصا فرای مرزهای جغرافیایی و قابل دسترس در داخل ایران برای بسیاری از شهروندان ایرانی که از کانالهای مانند VPN یا فیلتر شکنهای دیگر برای دور زدن فیلترینگ سنگین حکومت اسلامی در داخل ایران استفاده میکنند فراهم شد تا بسیاری از ایرانیان در داخل ایران همین امروز هم در زیر سانسور شدید رسانه‌ای که در ایران اعمال میشه دسترسی به متن بسیاری از آثار مهم سیاسی و روشنگرانه در عصر حاضر داشته باشند. صدها عنوان کتاب و ده ها عنوان کتاب ممنوعه که در ایران قابل انتشار نیست و شاید حتی نام اونها هم امروز از ذهن بسیاری از کوشندگان کم سن و سال تر پاک شده باشه بخشی از یادگاری مهم و بسیار با ارزشی است که شرکت کتاب در بخش الکترونیک خود اون رو به روی میلیون ها ایرانی در داخل ایران گشوده تا از این پنجره دسترسی آزادانه به ابعاد گسترده ای از نوشتار مکتوب ایرانی داشته باشند که جمهوری اسلامی مایل نیست اون رو هیچ ایرانی در دسترس داشته باشه. در این میانه اما جفا در حق این کوشندگان هم کم نبوده، از بوغه های رسانه‌ای در داخل ایران و سازمان های فیلتر کننده گرفته تا برخی منتقدان مقرس که میکوشند تا فعالیت های از این دست رو به دلیل عدم وابستگی به یک نوع نگاه خاص یا تلاش برای توسعه تمام ابعاد دیدگاه های اجتماعی و سیاسی در جامعه در پناه آزادی مورد انتقاد قرار بدن و با تهمت و افترا هم اون رو برانند. بیشتر و بهتر در همین راستا از صد شکنان رفع سانسور از اثر و ادب ایرانی بیشتر و بهتر خواهیم دانست همراه با بیژن خلیلی که خود از همین تبار صف شکنان در واقع صد شکن صف نخست صد شکنان سانسور در خارج از ایران برای ایرانیان بوده. من و مهمان عالی رتبم رو همراهی بفرمایید. درود بر شما. گفتم مهمان، فراموش کردم شما مهمان این برنامه نیستید. من مهمان، مجری مهمان در این برنامه هم و این برنامه برنامه‌ای است که شورای ملی و دفتر شاهزاده رضا پهلوی به خود شما دادن تا بیشتر و بهتر در این زمینه صحبت کنید. من به اشتباه گفتم مهمانم چون عادت دارم به این هم عذرخواهی میکنم. به هر حال شما صاحب خانه اید، ما مهمان. درود بر شما و درود بر بینندگان بسیار عزیز و گرامی. ببینید
در 1979 و 1980 که موج اولیه مهاجرت شروع شد، که مردم از بند استبداد نظام استبدادی جمهوری اسلامی خودشون رو به بیرون پرتاب کردن، یادمون باشه که ایرانی ها شاید برای اولین بار پس از گذشت هزاران سال از مملکت خودشون داشتن آواره می شدن. شاید بعد از اینکه ما می بینیم که پارسیان هند که زرتشتیان بودن در دوره ساسانیان که اعراب حمله کردن رفتن به هندوستان، شاید این بزرگترین تجربه‌ای بود که به وجود آمده بود. نظام استبدادی جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شده بود و تعداد زیادی از ایرانی‌ها شروع کردن به مهاجرت از اون سرزمین و آمدن به جاهای مختلف دنیا. یکی از جاهایی هم که اومدن در لس آنجلس. حالا دلیلی که واقعا چرا در لس آنجلس تعداد بیشتر ایرانی جا آمده، دلایل متعددی داره. یکیش بافت حقوقی امریکا و نظام حقوقی امریکاست که به همه اجازه میده که اپورتونیتی داشته باشن، موقعیت داشته باشن که بتونن خودشونو به مقامات بالاتر برسونن، به درجات بالاتر برسونن. خود امریکا در ضمن لس آنجلس یک ملتینگ پات، یک مجموعه اقلیت‌ها درش زندگی می‌کنن، بیش از حدود 40 اقلیت مختلف از مردم جهان، فرض کنید آسیای جنوب شرقی، کره، ویتنام، چین، خدمتتون عرض کنم ژاپن گرفته تا اروپایی‌ها، تا خاورمیانه‌ای‌ها، تا ایرانی‌ها و افراد مختلف در لس آنجلس زندگی میکنن. سومی که فایل واقع هوای کالیفرنیا و هوای لس آنجلس ایرانی ها رو به این سو کشان و این شروع شد این جمع ایرانی در لس آنجلس که به عنوان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور تشکیل شد. یادمون باشه که در سالهای اول بعد از انقلاب همچنان این هیمنه خمینی و قدرتی که جمهوری اسلامی داشت و ضمن اینکه متاسفانه مطبوعات جهانی و رسانه‌های جهانی از این غول استبداد همچنان داشتن دفاع می‌کردن و یا حداقل نمی‌خواستن خودشون رو بشکنن، وقتی در مبارزه با سلسله پهلوی یا مبارزه با پهلوی دوم اینقدر مطلب علیه اینا گفته بودن و خمینی رو به عنوان قدیس، خمینی رو به عنوان یک امام، به عنوان یک پیغمبر نشون داده بودن، از لوموند گرفته تا نیویورک تایمز، از اندرو یانگ نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گرفته تا مقامات لشکری و کشوری همه این کشورها، اینا نمیخواستن خودشون رو از تک و تا بندازن و تمام چیزهایی که حقوق بشر رو زیر پا گذاشته بود جمهوری اسلامی و حکومت خمینی، به هر حال این هیمنه خمینی وجود داشت و هنوز ابعاد جنایت جمهوری اسلامی و ابعاد جنایت‌های خمینی و اعوان و انصارش واقعا روشن نبود. حالا حساب کنید که یک مجموعه ای از ایران آمده، اون مجموعه میدونه که این خمینی چی کار است، میدونه که چه شرایطی رو برقرار کردن در جمهوری اسلامی و میخواد با این شرایط موجود هم مبارزه بکنه و هم این که تلاش میکنه که در جای جدید خودش رو جا بندازه. اینی که یه سری نهادهای خودجوش به وجود میاد که یکی از اونها شرکت کتابه. من امیدوارم کسانی دیگه در مورد نهادهای دیگه صحبت کنن، البته من تا اونجا که یاری بده و اطلاعات داشته باشم حتما در مورد نهادهای دیگه صحبت میکنم. ببینید نهاد شرکت کتاب، من توضیح میدم که فرض کنید به عنوان کتاب فروشی، نهاد کتاب فروشی یعنی اولین کتاب فروشی ایرانی، صرفا ایرانی برای ایرانیان، نه اینکه کتاب فروشی باشد که حالا یک سکشن خیلی کوچیکش چهار تا کتاب در مورد سفر به ایران باشه، نه خیر، بلکه کتاب فروشی که برای زبان فارسی و ارائه زبان فارسی. دو تا کار بزرگ کتاب فروشی انجام میده، حتما انجام میده. یکی این که زبان فارسی یا اون زبانی رو که داره مطرح میکنه حتما داره ازش پشتیبانی میکنه و اون زبان رو میخواد جا بندازه. کار دوم کتاب فروشی که وظیفه عمدهشه و اساس یک کار کتاب فروشی در جهان آزاده، ما وقتی در کشور آزادی مثل امریکا زندگی میکنیم که اجازه داریم از این آزادی واقعا به نحو خوب استفاده بکنیم، باید بیشترین استفاده رو بکنیم. به همین دلیل شرکت کتاب وقتی از روز اول
میاد پایه‌های خودش رو به عنوان یک کار کتاب فروشی میگذاره، میاد میگه چی؟ میگه که من همه کتاب‌هایی رو که به زبان فارسی در دسترس من هست اینجا میذارم. یعنی این آزادی رو نه فقط برای خودم قائلم، بلکه برای دیگرانی که به این کتاب فروشی میان اون آزادی رو باید قائل باشم که هر کتابی رو که دلشون خواست از قفسه من، از این قفسه کتاب فروشی بکشم بیرون و بتونم مطالعه بکنم. بنابراین از روز اول شرکت کتاب با این تز و با این نگرش و جهانبینی پایه‌گذاری شد. حالا شرکت کتاب نخستین کتاب فروشی ایرانی در ایالات متحده آمریکا است یا قبل از این کتاب فروشی دیگه‌ای نه وجود نداشته؟ یعنی این کتاب فروشی صرفاً کتاب فروشی فارسی زبان برای کتاب فروشی ایرانی که کتاب‌های فارسی داشته باشد کتاب فروشی شرکت کتابه. و باید عرض کنم اون موقع ببینید هنوز اولا انتشاراتی به وجود نیومده بود، هنوز خیلی خیلی به قول معروف مردم پرتاب شده بودن، اصلا فرصت این کار نداشتن. ژانویه 1981، ژانویه 1981 یعنی حدود مثلا فرض کنیم 20 ماه جمع از انقلاب گذشته و هنوز فرصت لازم برای مردم نبوده که عرقشون رو حتی تو خارج از کشور خوش کنن. یادتون باشه که خانواده اومده، پدر مادر اومدن، بچه ها رو باید بذارن مدرسه، پدر باید شغل جدیدی رو برای خودش در نظر بگیره، فرض کنید اگر پزشکی باید بره لایسنس و گواهی اینجا رو بگیره، اگر دندان پزشک حالا اصلا هنوز به اونجا نرسیده چون هنوز مردم با چمدان های بسته دارن زندگی میکنن، هر آینه منتظرن که رژیم رسوایی هایی که ایجاد شده در همون 20 ماه اول و بعدم اشغال سفارت آمریکا، فکر میکنن که بساط آخوندها جمع میشه و مملکت به نظم قانونمندی برمیگرده. خیلی ها حتی تا سالها بعد با تصور بازگشت خیلی زود هنگام چمدان، به قول خود دوستان قدیمی تر، با چمدان بسته در این شهر زندگی در خیلی نقاط دیگر آمریکا زندگی کردن. بله این یک واقعیت بود و همین هم تبلیغ میشد، یعنی رسانه ها اینو تبلیغ میکردن. یعنی من خوب یادمه که مرحوم داوود رمزی در تلویزیون جامع جم گفت که چمدون ما همیشه آماده است، که بسته شده آماده است که اگه امروز صبح بفهمیم که برگردیم به وطنمون. و این نهال میهن پرستی و میهن دوستی رو یادمون باشه که همین رسانه ها ایجاد کرد. بله آقای خیلی، تاسیس کتاب فروشی کار با ارزشی است، اما یکی از مهمترین دستاوردهایی که شرکت کتاب داشته به صرف فروختن کتاب به مردم نیست، به صرف ایجاد فرصت نشر اندیشه است که فراهم میکنه. شما در طول این 36 سال بیش از 550 عنوان، نزدیک به 600 عنوان کتاب منتشر کردید، رقم بزرگی است. بسیاری از انتشارات در داخل ایران با داشتن 70 میلیون مخاطب این میزان کتاب رو منتشر نمیکنن. چگونه است که شرکت کتاب میتونه نزدیک به کمتر از 600 عنوان کتاب منتشر کنه و این کتاب ها در حوزه های گوناگون از خاطره و سیاست گرفته تا فرهنگ و ادب و هنر، همه ابعاد زندگی اجتماعی رو در بر میگیره. چرا رو به انتشار کتاب میارید و از چه سالی کار انتشار کتاب رو شروع میکنید؟ از همون لحظه اولی که شرکت کتاب شروع میکنه کار انتشارات هم شروع میکنه، یعنی از همون ژانویه 1981. بله بله، ببینید مسیر شرکت کتاب یک مسیر خاصیه، به همین دلیل یک پایداری ویژه برای شرکت کتاب نسبت به بقیه کارهای انتشاراتی و بقیه کارهای کتاب فروشی میبینیم. و اونم اینه که ما برای اینکه بتونیم وابسته نباشیم، بتونیم این آزادی و آزادگی رو در کتاب فروشی خودمون داشته باشیم، بایستی میتونستیم یک منابع مالی داشته باشیم و واقعیتش اینه که منبع مالی از جیبم که نداشتیم. بنابراین اومدیم و یلو پیج ایرانیان رو، کتاب راهنمای مشاغل و نیازمندی های ایرانیان رو پایه‌گذاری کردیم. این کتاب راهنمای مشاغل و نیازمندی ها هم تونست روی پای خودش وایسه، هم خدمات بسیار بزرگی به جامعه ایرانی انجام داد و از یک طرف تونست کتاب فروشی شرکت کتاب رو رونقی دیگر بهش بده که بتونه روی پایه‌های خودش، روی پای خودش وایسه. یعنی همزمان هم 1981 شروع شد. یعنی شما سه کار رو همزمان در سال 1981 شروع کردید. بله. یک کتاب فروشی، یک مغازه‌ای که برای اولین بار کتاب فارسی رو به فارسی زبانان یا علاقمندان به زبان فارسی در خارج از ایران داره میفروشه و اولین مغازه است که محصول فرهنگی فارسی زبان در خارج از ایران رو به فارسی زبانان و برای فارسی زبانان ارائه میکنه. دوم،
خدمات انتشارات کتاب برای نویسندگان رو که تازه داشتن از ایران خارج می‌شدند یا به تازگی وارد شده بودند شروع کردید، و سوم هم اینکه یک راهنمای یلو پیج به سبکی که در آمریکا مرسوم بود برای اولین بار به زبان فارسی برای جامعه و فعالیت‌های اقتصادی ایرانیانی که به کالیفرنیا آمده بودن رو پایه‌گذاری کرد. آره، و اینا به همدیگه در تنیدگی با یکدیگر کار میکنه. خب این تنیدگی رو شرطی میشه درک کرد که شخصیت شما رو شناخت و دید که شما چگونه همزمان 3-4 پروژه رو با هم پیش میبرید و با هم کار میکنید. اگر کسی شما رو از نزدیک نشناسه، من این حق رو بهش میدم که درک نکنه که اینا چه جوری ممکنه 3 چیزی که شاید به هم ارتباطی هم نداشته باشن و در هم ادغام کرد. این واقعا به شخصیت شما برمیگرده. اما دو تا سوال مهم دارم و دلیل این سوالم اینه هست که اخیراً مصاحبه‌ای از شما دیدم که مجری برنامه با اینکه فرد شناخته شده ای هم هست خیلی میکوشه در ابعاد خیلی روشنی، هی تلاش میکنه شما رو ناشر تاجر یا تاجر ناشر معرفی کنه، انگار از ترکیب این دو واژه خیلی لذت برده در ذهن خودش. میخوام ببینم که واقعا چگونه است، با چه سرمایه‌ای شما وارد این کار شده، یعنی اون پولی که روز اول در ژانویه سال 1981 برای تأسیس شرکت کتاب به عنوان سرمایه اولیه کارتون آغاز به کار کردید چی بود؟ با چه سرمایه شما وارد این فعالیت شدید که حالا ببینیم انتشارات بوده یا تجارت بوده، کدام یکی از این دو؟ این سرمایه فقط عشق بوده. اگر واقعا سرمایه خب کسی با سرمایه عشق و تجارت بر نمیخیزه. نه معلومه که بر نمیخیزه. پس چرا اون آقا به شما مجری، مشخصا مجری برنامه عبارت دو در بی بی سی فارسی به شما لقب ناشر تاجر یا تاجر ناشر بود؟ برای اینکه وقتی میام میبینن شرکت کتاب این ابعاد بزرگ رو داره، وقتی میبینن که بزرگترین کتاب فروشی ایرانی خارج از کشوره، وقتی میبینن همه جا صحبت از شرکت کتابه، وقتی میبینن که فرض کنید فلان روزنامه در فرانسه، وقتی میاد در لس آنجلس اولین جایی که میرن شرکت کتاب در مورد شرکت کتاب می نویسن، یا فرض کنید خود بی بی سی وقتی میاد در خارج از که میاد لس آنجلس در مورد امریکایی یا ایرانیان امریکایی میخواد بنویسه یا میخواد مطلبی رو مطرح کنه، یا در رادیوشون اینا میان شرکت کتاب، نه به خاطر اینکه واقعا حالا شرکتی کتاب به خاطر خودش دیگه نیست، چون این اینستیتوشن، این چیزی که به این نهادی که به وجود آمده یک ابعاد خارق‌العاده پیدا کرده، و این ابعاد خارق‌العاده متاسفانه باید فکر میکنه از لحاظ مالی، در حالی که اصلا ربطی به مسائل مالی نداره. این ابعاد شرکت کتاب یک ابعاد بزرگ میهنیه، ابعاد بزرگ فرهنگیه. شما مثلا فرض کنید در مورد کتاب راهنما، ببینید این کتاب راهنما که ما ازش استفاده کردیم برای اینکه بتونه شرکت کتاب و کتاب فروشی شرکت کتاب رو پشتیبانی بکنه، واقعا این کتاب راهنما چه کرد؟ اولین کاری که کرد به هم پیوستن ایرانیان مهاجر بود. یعنی ایرانی مهاجری که آمده بود فرض کنید در یه گوشه ای از سن فرناندو ولی زندگی میکرد، بعد از اینکه کتاب راهنما منتشر شد، با توجه به اینکه نه اینترنتی بوده نه گوگلی بوده نه هیچ کدوم از اینا بوده، متوجه شد که مثلا در 5 مایلی خودش یک سوپرمارکت ایرانی وجود داره، در 2 مایلی خودش یک تعمیرگاه ایرانی وجود داره، میتونه به پزشک زنان و زایمانی که همسرش فرض کنید یا خود خانم فرض کنید حامله بود یا میخواست زایمان بکنه، یا اگر پزشکی لازم بود، پزشک مثلا جراحی لازم بود فلان اینا، به یک باره این کتاب خودش بزرگترین زنجیری شد که ایرانی ها رو بتونه به همدیگه وصل بکنه. من خوب یادمه پرویز غریب افشار میگفت که در 1982 میگفت که از سیستان و بلوچستان از روی آدرسی که در یلو پیج شرکت کتاب بوده برای ما نامه اومده، برای چی؟ برای سیمای آشنا. چرا؟ برای اینکه طبیعتا اون موقع واقعا این شرایطی امروزی که ما میبینیم که اصلا وجود نداره. وجود نداره. ما دلمون میخواست یه کلمه بگیم که در داخل ایران شنیده بشه، اصلا وجود خارجی نداشت. تیپ میشد همه چیز، یا رکورد میشد، نوار میشد، احیانا یه برنامه تلویزیونی به داخل ایران بتونه بره. این تازه بعدها است، بعد از سالهای آخر اواخر 80 یا اواخر دهه 60 خورشیدیه که کم کم این نوارهای ویدیویی که در لس آنجلس آماده میشه به ایران میره که قبلا نمودش صحبت کرد. بله. برگردیم در شرکت کتاب، این تلاش ها شروع شده در سال 1981، خیلی زوده، خیلی نکته بینانه
و مدقانه این انتخاب شد. اما آقای خیلی سوال من مشخصا اینجاست، کار تبلیغاتی کردن اساسا خیلی کار پرسودی هم نیست، یعنی یلو پیج خودش هزینه چاپ کردن داره، هزینه انتشار داره، هزینه ده ها موضوع داره، کارگران و کارمندانی که بایستی برن این آدم ها رو پیدا کنن در اون فضایی که هیچ کسی رو نمیشناسه. شما هم که همه آدم ها اول نمیان دقل باب کنن به شما بگن ما هستیم بفرمایید ما هستیم. نهایتا دو تا رستوران ایرانی است، دو تا مغازه که از قبل از وقوع انقلاب در اینجا حالا به تجارت ایرانی مشغول هستن و خیلی محدود هم هستن این افراد. این کار مگه چقدر سود داره که شما میاد باهاش کتاب فروشی رو میچرخونید، شما میاد باهاش انتشارات رو میچرخونید و خودتون رو بی نیاز میکنید از بودجه های دولتی که قرار باشه در اختیارتون قرار بگیره؟ اولا در امریکا خوشبختانه یا بدبختانه اصلا بودجه دولتی وجود نداره، اینی که اصلا از گوشمون باید خارج کنه. این بعد عدم وجود بودجه دولتی هم مشمول حال شماست، هم تمام رسانه ها، تلویزیون ها، مطبوعاتی که تا به امروز در ایالات متحده آمریکا پدید آمدن و به زبان فارسی کار کردن. به زبان فارسی کار. به هیچ وجه من از وجود از دولت آمریکا دست کم پولی گرفتن. پولی دریافت نمیشه، اصلا کسی هم نمیتونه اصلا تقاضا بکنه، برای اینکه دولت آمریکا چارچوبش اصلا مشخصه و اصلا اگرم بود که حتما اعلام میشد. بله. مثل جریانی که فرض کنید CIA به چیزهای سیاسی پول داد و معلوم شد که مثلا در سالهای 80 فرض کنیم، ما اینجا بحث نمیخوام چیزی بکنم، مثلا به تیمسار مدنی فرض کنیم 1,000,000 دلار پول داده، به هر حال معلوم میشه و یه چیز روشنه، بنابراین اعلام میشه. اینه که به هیچ وجه همچی چیزی وجود نداشته. اینه که ببینید کاری که واقعا شرکت کتاب کرد و اینها رو به هم دیگه پیوسته کرد، این کارهای مختلف رو، این باعث شد که نه اینکه ایده نو بود و مردم هم نیاز داشتن و این نیاز وجودش مشخص بود، این بود که میتونست این چرخی رو که ما شروع کرده بودیم که چرخی نسبتا بزرگی هم بود شروع کنه به چرخوندن. و همین که اقبال نشون دادن هموطنان از کتاب راهنما، یعنی رفتن واقعا به اون سوپرمارکت مراجعه کردن، به اون پزشک مراجعه کردن، اون پزشک رفت به اون تعمیرگاه مراجعه کرد و این حلقه ارتباطی به وجود اومد، این باعث شد که این کتاب راهنما رو مردم استفاده بکنن. و این استفاده از هر چیزی به معنی اینه که چی؟ به معنی پشتیبانی مالی هم خود به خود به وجود میاد، یعنی اینکه آگهی توش داده میشه، این آگهی هزینه ها رو تقبل میکنه، کارمند شما استخدام میکنید، این کارمندا در اون سفره غذا میخورن، یعنی یک نیروی ایرانی رو میتونید بهشون چیز برسونید، حقوق برسونید. و این یک مجموعه با همدیگه شروع میکنه به چی؟ به کار کردن. حالا مثلا فرض کنید به خوشنویسی فارسی هم مثلا کمک میکنه، به نقاشی ایرانی هم کمک میکنه، یعنی مثلا فرض کنید نقاشی آقای اویسی، ناصر اویسی در 1987 نقاشیاشو میگیریم، در کتاب فروشی شرکت کتاب عرضه میکنیم و کلی پورترهای نقاشی آقای اویسی رو به فروش میرسونیم. این در اصل که هنوز گالری داران نمایشگاه نقاشی هنوز پیدا نشده، یعنی در حقیقت ما یه کاری رو میکنیم که همه کارها رو مجبور شرکت کتاب، یعنی مجموعه فعالیت های فرهنگی که در ایران ممکن بود ده ها سازمان مختلف انجام بده، شرکت کتاب مجبور میکنه و آرام آرام بخش به بخش اینها به دیگرانی میان که در تخصصشون هستن واگذار میشه، رقبا ایجاد میشه. این رقبا از اعتبار شرکت کتاب کم میکنن یا به اون میافزن؟ به نظر من رقیب اومدن و آمدن چیز در شرایطی که در امریکا هستیم خیلی چیز عادی و طبیعیه، هرچی هم جمعیت اضافه بشه خود به خود این به وجود میاد و هیچ هم اشکال نداره و خیلی هم خوبه، به شرطی که رقابت البته رقابت سالم باشه و غیر سالم نباشه. خصوصا مهمترین اون تا اینجای صحبتی که ما داریم، مهمترین منبع درآمدی شما امکانات تبلیغاتی است که در اختیار جامعه ایرانی قرار میدید برای کسب بیشتر مشتری یا دریافت خدمات تجاری از سایر علاقمندانی که تمایل دارن با یه همزبان خودشون در ایالات متحده آمریکا کار کنند. طبیعتا رسانه ها هم مشتری این تبلیغات هستند، از روزنامه ها گرفته تا رادیو و تلویزیون هایی که به مرور در همین شرایط پیش میاد. در سال 1982
سیمای آشنا یک شبکه تلویزیونی است که برنامه‌های فارسی زبان پخش می‌کنه و طبیعتاً نیازمند به آگهی برای تامین هزینه‌های خودش بر اساس همون مسئله است. آیا این رقابت ایجاد می‌کنه بین شما و آقای غریب افشار نوعی که مدیریت این سازمان رو دارند و حضور یک رسانه تلویزیونی چقدر مرهون کتابچه راهنمایی است که شما منتشر کردید برای یافتن کسانی که بایستی به اونها مراجعه کنند و ازشون آگهی بگیرند و یا شما چقدر از آگهی‌هایی که اونها دارید بهره می‌برید؟ ببینید یک سیاستی که از روز اول در شرکت که تا پایه‌گذاری شد این بود که ما تحت هیچ شرایطی کسانی رو که از لحاظ فرهنگی دارن به ایران و ایران زمین به فرهنگ ایران دارن خدمت میکنن تحت هیچ شرایطی ازشون پول نگیریم. در نتیجه از همون سال 1981 تمامی روزنامه ها و تمامی تلویزیون ها و تمامی رسانه ها که در یلو پیج شرکت کتاب از اون اول تا امروز آگهی داشتن هرگز بابت این کار پول نده. البته نه، این بدی معنی نیست که اونا هم در مقابل ممس نکردن، اونا هم بسیار مقابل ممس کردن، همیشه هم ما سپاسگزاریم و این یه چیز دو طرفه بوده و میبایستی هم دو طرفه باشه و میبایستی هم که این اتفاق بیفته که همه یه کسانی که دستن در کار این نوع کارها هستن به همدیگه کمک بکنن و این وظیفه بود که تقریبا افتاد گردن ما که همه با هم دیگه باشن، چون طبیعی که در کتاب راهنما همه باید باشن، ولی هیچ لزومی نداره که در فلان رسانه‌ای که تلویزیون که تعداد آگهی‌هاش محدوده همه دیگران هم آگهی بذارن. این بود که این کتاب راهنما شد یک زنجیری بین همه و این حلقه‌های مختلفی که به وجود اومد، اینا همه با هم دیگه در زنجیر بزرگی بود که زنجیر در حقیقت خب جامعه ایرانی. این زنجیر جامعه ایرانی چه حمایتی میکنه از رفع سانسور؟ یعنی این شرایط مالی رو فراهم میکنه برای اینکه شما شروع کنید به انتشار کتبی که در ایران ممنوع الچاپند، یا چه اتفاقی میفته؟ نه ببینید، اولین چیزی که هست اینه که ما در یک شرایط آزاد هستیم، یعنی اومدیم امریکا. امریکا یک کشور آزاده و در ابعاد آزادیش واقعا محیرالعقوله، یعنی آدم شگفت زده میشه و تمام این حرفایی که در جمهوری اسلامی یا کشورهای مثل جمهوری اسلامی در مورد امریکا زده میشه یا در مورد کشورهای غربی زده میشه همش دروغه. ما اومدیم در چارچوب امریکا و این آزادی رو داریم تجربه میکنیم. مهم اینه که ما بتونیم این آزادی رو فقط برای خودمون نخواهیم، بلکه برای دیگران هم بخوایم. درهای کتاب فروشی شرکت کتاب اولا به روی همه باز بود و درهایی که و قفسه هایی که تا فروشی شرکت کتاب بر روی همه کتاب ها باز بود، این باعث شد که این آزادی و آزادگی در مجموعه شرکت کتاب مورد استفاده قرار بگیره و این شاید اولین سنگ بنای همین جریان ضد سانسوره که ما موفق شدیم که بر خلاف خواسته های خود من، فرض کنیم من الان یه خواسته ای دارم، من شخصا خب بالاخره از هزاران کتابی که به وجود میاد یا منتشر میشه برای یه تعداد محدودی رو میتونم بخونم به عنوان یه فرد و علاقمندی من هم به یه مسیر مشخصیه. هر کسی اینطوریه. مهم اینه که سلیقه شخصی من در عرضه کتاب ایجاد نشه، یعنی من نتونم سلیقه شخصی خودم رو به شما خواننده که میایین توی کتاب فروشی اعمال کنم و این خیلی مهمه. خب همینجا خیلی نکته مهمی دارین اشاره میکنین، چون در همین مصاحبه اخیری هم که شما کردید میزبان شما در اون برنامه به شدت تأکید داره روی اینکه بکوشه شما رو وابسته به نهاد سلطنت یا علاقمند به سلطنت یا سلطنت طلب معرفی کنه و بعد از این رهگذار شما رو متهم کنه به اینکه شما کتب نزدیک به نگاه چپ رو منتشر نمی کنید. یعنی این دقیقاً خواسته آقای فانی عیناً همین است که بگه شما علاقمند به سلطنت هستید یا سلطنت طلب هستید، شاید به دلیل حضورتون در این رسانه افق ایران که خب به نوعی رسانه رسمی شاهزاده رضا پهلوی هست شما رو سلطنت طلب قلمداد میکنه و میگه شما بنابر این دلیل کتاب‌های مثلا نگاه چپ رو منتشر نمی‌کنید، نگاهی که شاید خود او بیشتر به اون تمایل داره و به سری از کسانی که لندن نشین هستن این نگاه رو بیشتر میپسندن، میکوشد که شما رو متهم کنه که نگاه مورد علاقه او رو منتشر نمی‌کنید. این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خدمت شما عرض کنم، اولا بذارید من اونجا بگم، اونجا هم توضیح دادم، من اینجا توضیح قوی‌تری بدم. به نظر من ما ایرانی‌های امروزی هرگز سلطنت طلب نیستیم. ما ایرانی ها طرفدار پارلمان مشروطه پارلمانی ممکنه باشیم که بعضیا هستن، ولی سلطنت طلب و سلطان پرست که کسی دیگه بعد از انقلاب مشروطه که نمیتونه طرفدار سلطان و سلطنت باشه. اینی که فی الواقع ما سلطنت رو
به تاریخ پیوند دادیم، یعنی اون فصل رو بستیم از تاریخ کشورمون. ما صحبت مشروطه پارلمانی میکنیم، یعنی اگر هم کسی قراره که طرفدار نظام پادشاهی باشه، یه واقعیتش اینه که دموکراسی پارلمانی و مشروطه پارلمانی ما، حتی خود شاهزاده رضا پهلوی هم معتقد به همینه و فکر نمی کنم بگه که من سلطانم یا کسی هم حتی در اطرافیانش هم بگن که ایشون سلطانه. بنابراین این سوال از ریشه غلطه. ولی اینکه واقعا ما کتاب نگاه چپ چاپ نمی کنیم، من تعجب میکنم. مثلا فرض کنید شاید انتشارات شرکت کتاب اولین انتشاراتی باشه که کتاب عباس سماکار رو، من یک شورشی هستم رو داره چاپ میکنه. عباس سماکار که یه جزو گروه گل سرخی و کرامت دانشیانه، به حبس ابد محکوم شده، در سال 57 از زندان آزاد میشه و بعد به خارج از کشور میاد و عملا کتاب من یک شورشی هستم رو چاپ و منتشر میکنه. عباس سماکارم فکر نمیکنم هیچ کس بگه که طرفدار یا اصولا بگه که مشروطه پارلمانی یا سلطنت طلبه، جز این که این نوع نگاه اصلا نگاه غلطیه. شرکت کتاب قرار است یه آینه تمام نمای همه جریانات باشه. ممکنه که ما نتونیم، به هر حال هر ناشری و هر انتشاراتی یک محدوده‌ای داره، یک محدودیتی داره برای انتشار. همه کتابا که قرار نیست همه رو فرض کنید شرکت کتاب چاپ کنه، چون انتشارات دیگه هم هستن و باید این اتفاق بیفته. ولی شما مهم اینه که در عرضه کتاب ما هیچ گونه محدودیتی قائل نشیم. یعنی اینکه چه آقای فانی بیاد چه هر کس دیگری بیایند که از کتاب فروشی شرکت کتاب رو ببینن، میبینن در روی قفسه های شرکت کتاب هم کتاب چپ هست، هم کتاب راست هست، هم کتاب طرفدار جمهوری اسلامی هست، هم طرفدار اسلام هست، هم ضد اسلام هست، یهودی هست، ضد یهود هست. همه کتاب های موافق و مخالف رو ما اونجا گذاشتیم برای استفاده و برای عرضه، که هر محققی، هر پژوهشگری، هر کتابخانی بتونه این کتاب‌ها رو ببینه و استفاده بکنه. یعنی شرکت کتاب جدای از حالا اون چه که در واقع کتاب فروشی شرکت کتاب هست، به عنوان بزرگترین فضای در حقیقت، حالا اینو مشخصا باید گفت که بزرگترین فضای عرضه کتاب در خارج از ایران به زبان فارسی متعلق به این کتاب فروشی است، هیچ نهاد، دانشگاه، مرکز علمی، فرهنگی، حتی سفارتخانه های جمهوری اسلامی و خانه های فرهنگ ایران بعد از انقلاب در خارج از ایران فضایی از لحاظ مساحت و ابعاد و گستره ارائه عناوین در کتاب تا به امروز، یعنی پایان مهر ماه سال 1395 خورشیدی، در خارج از ایران در ابعاد و مساحت شرکت کتاب ایجاد نکردند. حالا برخی دوستان خیلی کوشش میکنن که این رو محقر نشون بدن، ولی یه واقعیتی که بایستی مطرح بشه چون یه حقیقت غیر قابل انکاره. غیر از این فضا، یعنی فضای اون چه که نمایشگاه کتاب و فروشگاه کتاب شرکت کتاب هست، در بخش انتشارات چطور؟ شما در بخش انتشارات نگاه ویژه‌ای داله بر انتخاب آثاری که به دست شما میرسه برای انتشار دارید یا نه؟ بله، خدمت شما عرض کنم اولین نگاه ما به عنوان ناشر که میخواد سرمایه گذاری کنه در مورد کتاب این است که ما طرفدار رژیم استبدادی جمهوری اسلامی که ضد حقوق بشر در ایران، ضد رعایت حقوق بشر ایران نباشیم. یعنی اگر من نوعی یک کتابی بیارم در دفاع از شخصیت فیلمسال علی خامنه یا شخصیت غیر قابل دفاع محمود احمدی نژاد بگم شما پولشو بذار من چاپ کنم، شما حاضر نیستی پولتو در این کار سرمایه‌گذاری کنی؟ نه. این انتخاب شخصی است یا برآمده از یک سیاست ویژه در شرکت کتاب؟ نه، این برآمده از یک وظیفه تاریخی و ملیه. یک وظیفه تاریخی. من فکر نمی‌کنم هیچ آلمانی هم اگر موافق طبیعتاً نازیسم نیست و موافق فاشیسم هیتلری نیست، حاضر باشه کتابی به نفع فاشیسم هیتلری چاپ بکنه. بنابراین این حوزه یک حوزه خیلی خیلی روشنیه در این زمینه. به عنوان مثال میخوام عرض کنم، چون این اتهام خیلی دل من رو به درد میاره که به شما میگن ناشر تاجر یا تاجر ناشر. این خرف، این جمله خیلی زشتی است در حقیقت برای به کار بردن در مورد شخصیت شما.
من به عنوان یک کسی که به کتاب فروشی شرکت کتاب دسترسی کامل دارم و مرتب میبینم، میگم این که کتاب های پرفروشی که شما در شرکت کتاب دارید کتاب قرآن هست، قرآن رو خیلی میفروشید، شما چرا هیچ وقت اقدام نکردید به چاپ قرآن در امریکا در حالی که خیلی هم ارزون تر از این که بخواید قرآنی رو از کشورهای اسلامی یا حتی از ایران به آمریکا منتقل کنید براتون تموم میشه، چرا قرآن رو خودتون شخصا چاپ نکردید؟ برای اینکه وظیفه ما نیست. ببینید شما وظیفه یک انتشاراتی پس دنبال نشر سودساز نیستیم نخیر. ما اگر یعنی دنبال واقعیتش این که 100% من دنبال انتشار شاهنامه هم، وظیفه هم برای شاهنامه برای خودم گذاشتم. من شاهنامه رو در 1982 از شاهنامه امیرکبیری استفاده کردم و نشر دادم، چون در اون موقع در ایران اجازه ندادن، نشر دادم و گله به گله و در به در خونه مردم رفتم و آفیس به آفیس مردم رفتم، شاهنامه پیشنهاد کردم، شاهنامه از زیر بغلم در آوردم گذاشتم. فکر نکنید در لس آنجلس آقای پرویز قاضی سعید در ایران تریبیون شاهده، اون موقع روزنامه و اون موقع روزنامه ایران تریبیون در سن هوزه داشتش در شمال کالیفرنیا و تلفن کردم بهش، گفتم آقا من اسمم بیژن خلیلیه، من کتاب فروشی شرکت کتاب رو دارم، من الان اومدم سن هوزه و کتاب شاهنامه با خودم دارم، بخوام بیام پلو شما و به شما شاهنامه بدم. و این وظیفه من بوده. حتما کسای دیگه میخوام برن کار فرض کنید انتشار قرآن بکنن، حتما اونا میتونن انجام بدن، ولی وظیفه شرکت کتاب در این مسیر بوده. شما اگر عناوینی که در شرکت کتاب منتشر شده به خوبی متوجه میشین که واقعا چه مسیری رو از لحاظ یک کار فرهنگی، یک کار میهنی و آزادمنشانه شرکت کتاب انجام داده. یعنی شرکت کتاب اگر اومده کتابی رو فرض کنید در یه طیف خاص سیاسی که دو طرف همه ایرانی هستن ولی طیفشون متفاوته، یکیش طرفدار دکتر مصدقه، یکیش طرفدار پهلوی دومه، اینا میان کتاب میدن، شرکت کتاب هر دو رو منتشر میکنه. همین کتاب مثلا نای میرفتروس، هم کتاب آقای امینی، هر دوتا رو چاپ میکنه یا دکتر متینی. وظیفه ما در اونجا خیلی خیلی روشنه، خیلی هم مهمه که ما طیف‌های مختلفی رو که در ابعاد سیاسی ایرانی هستن همه رو ایرانی بینگاریم و اجازه ندیم که خودمون دخالت کنیم در این موضوع. ولی یه چیز دیگه من تو اون برنامه گفتم، هنوزم تکرار میکنم، ناشر چون هزینه‌شو بایستی از جیب خودش در بیاره، از جیب شرکت کتاب در بیاره بپردازه، باید بپذیریم که باید قبول کنه که مخاطب داره، یعنی برای خودش که نمیخواد چاپ کنه، میخواد یک تعداد کتاب چاپ بکنه و این تعداد کتاب رو به دیگران بفروشه. البته ما زیاد اشتباه کردیم، کتاب چاپ کردیم مخاطب نداشته، یا اینکه در یه جایی کتاب رو قبول نکردیم، چاپ نکردیم، دیگران چاپ کردن مخاطب پیدا کرده، یا نه کتاب زیادی چاپ کردیم رو دستمون مونده. این همه اینا به خصوص در جامعه آزادی که در کشورهای غربی وجود داره، خواننده تصمیم میگیره که چه تصمیم بگیره در زمینه خواندن. کسی به زور کتاب نمیخونه، کسی تعداد از ما کتاب کسی نمیخره بیاد پخش کنه، به رایگان پخش کنه. از این چیزا در کشوری مثل امریکا وجود خارجی نداره، یعنی یه وزارتخونه بیاد مثلا 1000 جلد کتاب بگیره به فامیلاش و دوستانش رو تقدیم کنه. در سالهای گذشته یکی از افتخاراتی که شرکت کتاب به اون بالیده این هست که بخش های فارسی و یا سکشن های فارسی در کتابخانه های عمومی در ایالات متحده آمریکا رو ارتزاق کرده، در بسیاری از شهرها کتابخانه ها رو تشویق کرده به اینکه بخش فارسی کتابخانه های عمومی شهرها ایجاد کنن و در اختیار علاقمندان یا شهروندان ایرانی تبار یا فارسی زبانشون قرار بدن. در این زمینه خیلی کم صحبت شده، در حالی که میدونم برای مدت طولانی شرکت کتاب روی این زمینه تلاش کرده و واقعا موفق بوده، تونسته. یه نمونه براتون بگم، شهرها این کارو انجام بده. یه نمونه خوب براتون بگم، ما تو خیابون وستفود این دیگه، درسته؟ بل. در خیابان وستفود، درست به موازات خیابان وستفود، با اندازه یه چیزی حدود 1/4 مایل فاصله در خیابان گلندون، حدود 15 سال پیش حدوداً یک کتابخونه در گلندون به وجود اومد، کتابخانه پابلیک لایبرری، کتابخانه عمومی. ما اون موقع برنامه رادیویی داشتم، برنامه تلویزیونی داشتم و در همه این برنامه رادیو تلویزیونی از این کتابخانه یاد کردم و گفتم که این
ما باید به این کتابخانه کمک کنیم. خوشبختانه یک مسئول این کتابخانه ایرانی شد، یعنی از کتابخانه تارزانا، شهر تارزانا اومد به وستوود و مسئول این چیز شد و ما بیشترین کمک و بیشترین کار تبلیغاتی رو برای این کتابخانه کردیم، چون کتابخانه زبان فارسی و کتابخانه عمومی که کتاب فارسی برای ما بذاره اونجا، و ما مردم میدونیم که کتابخانه آمریکایی که توسط یعنی کتابخانه عمومی که در امریکا درست میشه که توسط مردم، مالیات مردم داره انجام میشه، اینها براشون مهمه که اگر یه قفسه ای رو به کتاب فارسی اختصاص میدن که ایرانی بلندش یا کسی که زبان فارسی میدونه بره از اون قفسه کتاب برداره و کتاب رو چک اوت بکنه و چکین بکنه. اگر کتابی چک اوت نشه، اون کتابخونه، اون سکشن مثلا در طول سال میبینن که این سکشن، این قفسه مورد استفاده قرار نگرفته، اصلا دستور میدن این قفسه رو با کتابای دیگه عوض کنن. درست. بنابراین وظیفه هر ایرانیه که اینو پشتیبانی کنه و نه از این خدمات پشتیبانی بکنه که مردم برن از این خدمات استفاده بکنن. و من اینجا خیلی با افتخار اعلام میکنم که ما شرکت کتابیا یکی از کسایی بودیم که به جد کوشش کردیم این کتابخانه پا بگیره و این کتابخانه پا گرفته و الان بسیاری از ایرانی ها بلند میشن میرن و کتاب اونجا میخونن. و شما میدونید وقتی مردم میرن به کتابخونه و کتاب میخونن، طبیعتاً به کتاب فروشی کمتر میان که کتاب بخرن. ولی این زیاد مهم نیست، مهم اینه که زبان فارسی ادامه ی حیات بده در خارج از کشور. درسته. من البته این جمله رو اضافه کنم آقای خیلی، که خدمات شما در مورد کتابخانه ها تو راهکار دیگر هم داشته که به نقل از دست‌اندرکاران همین عرصه من عرض کنم. نخست اینکه اگر این خدمات رو شرکت کتاب ارائه نمی کرد به کتابخانه های عمومی در حداقل ایالات متحده آمریکا، حالا با دیگر کشورهای دنیا از جمله اروپا و کانادا بحث دیگری است که بایستی بعداً مورد توجه قرار بگیره، دست کم میشه گفتش که این خدمات پا نمی گرفت و این عمومیت رو پیدا نمی کرد که در بسیاری از شهرها تکرار بشه. و نکته دوم این که در غیاب یک مرکز دموکرات در این حوزه که میتونه تمام آثار از چپ تا راست رو ارائه کنه، بودند کسانی که بخواهند نوع نگاه مورد پسند جمهوری اسلامی و کتب منتشر شده در ایران مطابق سیاست‌ها و در حقیقت سانسورهای جمهوری اسلامی رو با پول مالیات دهنده آمریکایی در قفسه‌های کتابخانه‌های ایالات متحده آمریکا قرار بدند و سوء استفاده کنند از بودجه و پولی که مردم آمریکا به عنوان مالیات پرداخت کردن و قراره در حوزه فرهنگی مورد استفاده قرار بگیره برای خود شهروندان ایالات متحده آمریکا. این رو هم باید یک کردیتی برای شرکت کتاب کوشش‌های در این زمینه ایجاد کرد که جلوی چنین حرکتی رو گرفته، در ازاش جمهوری اسلامی مجبور میلیون‌ها میلیون دلار هزینه تبلیغات بکنه برای منافع اسلامی خودش که در قالب دستجات سینه‌زنی یا برخی کتاب‌های ادعیه اسلامی در خارج از ایران می‌بینیم که دست به دست می‌چرخه و در ابتداش هم عکس رهبران جمهوری اسلامی قرار داره. دقایق کوتاهی تا پایان برنامه داریم، از این دقایق می‌خوام استفاده کنم به این راهکار برسیم که اخیراً شما اطلاعیه‌ای صادر کردید از کسانی که در ایران کتبشون به هر دلیلی مجوز انتشار نمیگیره از وزارت ارشاد و با چاپ و چاپ نمیشه، دعوت کردید که بیان و این کتاب ها رو شرکت کتاب براشون با هزینه شرکت کتاب اینها رو به صورت پابلیک و به صورت الکترونیک منتشر میکنه و درآمد حاصل از اونها رو هم به خود این افرادی که نویسندگان این کتاب هستن که در ایران اجازه چاپ ندارن منتشر میکنن. این چگونه است؟ این فعالیت چه بوده؟ از کجا شکل گرفته و چه ابعادی داره؟ و این مقداری هم در مورد کتاب‌های الکترونیک شرکت کتاب صحبت بفرمایید. ببینید الان که دوران جدیدی رو ما تجربه میکنیم، این دوران جدید، دوران جدید کتاب الکترونیکه، یعنی که منی که فرض کنید در یک شهری در اروپا زندگی میکنم به راحتی بتونم به یک کتابی دسترسی پیدا کنم بدون اینکه هزینه پست بدم، بدون اینکه هزینه کتاب کاغذی رو بدم، با هزینه بسیار بسیار کمتری صاحب این کتاب بشم، این کتاب رو بتونم بخونم. هر ناشری دلش میخواد این اتفاق بیفته، هر نویسنده‌ای دلش میخواد مخاطب بیشتر و بیشتر داشته باشه. الان در جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد به مراتب از 15 سال پیش به مراتب بدتر شدن، یعنی قسمت ممیزیش به مراتب مشکل تر شده و نسبت به هر چیز اینا گیر میدن. این است که خب بعضی از نویسنده هم حاضر نیستن هیچ گونه خلالی کوچکترین نقطه ای از کتابشون عوض بدل بشه، بنابراین
پیشنهاد کردیم که کتاب رو بدن، به صورت الکترونیک چاپ میکنیم. اگر موفق بودیم در فروش کتاب الکترونیک و از لحاظ مالی قدرتشو داشتیم، کتاب رو به صورت کاغذی هم چیکار میکنیم؟ چاپ میکنیم. و این روند شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در حال حاضر گزینه جایگزین برای یک نویسنده جوانی که در ایران فیلم سال عرض میکنم مجموعه شعرش رو برده به وزارت ارشاد به دلیل بهره‌گیری از واژگانی مانند بوسه، شراب، عشق، معشوق، محبوب، یار یا هر واژه دیگری این مجوز بهش داده نشده و مجموعه شعر او رو یک خط بطلار روش کشیدن پسش دادن، این آدم میتونه بیاد این کتاب رو به صورت الکترونیک در شرکت کتاب در ایالات متحده آمریکا منتشر و در سراسر جهان پخش کنه؟ بله، من یه چیز دیگه هم بگم خیلی اهمیت داره و اون این که با توجه به شرایطی که در جمهوری اسلامی هست و مسئله ابعاد سانسور، مسئله سرکوب مردم و سرکوب نویسندگان و سرکوب مترجمان و همه اینا اتفاق داره میفته، میتونیم با اسم مستعار چاپ بکنیم، اسم شخص نویسنده محفوظه، در لحظه تاریخی اون اسم شخص نویسنده رو رو میکنیم و یعنی با سقوط جمهوری اسلامی یعنی حقی از کسی گرفته نمیشه. یعنی منظورم اینه که حتی اگر دوستانی که فکر میکنن که صلاحشون نیست اسمشون نمیخوام بدن، میتونیم با اسم مستعار کتاب چاپ. ولی زمینه انتشار گسترده این آثار رو در ابعاد جهانی شما فراهم آوردید و خب این نیازمند به یه سری امکانات در واقع کامل و پشت سازمان یافته شده پشت این قضیه هست. یعنی ابعاد فنی میخواد، ابعاد اجرایی میخواد، ابعاد پخشی میخواد، اینها به صورت الکترونیک تمام ابعادش رو آماده کردیم، تمام سیستم واقعا کار میکنه. به اضافه این که تونستیم از تکنولوژی گوگل پلی استفاده بکنیم و کار حسابداریمون هم دادیم دست گوگل پلی. یعنی در نتیجه این باعث شده یعنی شریک شما به راحتی میتونه از اکانتی که در گوگل داره این وجوه رو دریافت یا پرداخت کنه. آیا این خرید و فروش برای مردم داخل ایران هم ممکن هست یا اینکه اونها به نوع دیگری بایستی در حقیقت کسانی که در داخل ایران هستن باید یه نفر در خارج از کشور براشون پسورد و یوزرنیم بگیره، براشون ارسال کنه اونا بتونن ازش استفاده بکنن. حالا اگر خود گوگل پلی رو سانسور کردن یا لازمه باید فیلتر شکن بذارن استفاده کنن. یعنی همون روشایی که همین الان برای استفاده از خیلی از سایت های در واقع علمی هم مورد استفاده قرار میگیره، یا همون دور زدن ها و اون فیلترها رو دور زدن، همون روش ها برای همین حالت هم قابل است. بسیار عالی آقای خلیلی، من واقعا اگر از شما بخوام تشکر کنم در مورد تأسیس شرکت کتاب اداره اون تا به امروز و فرصتی که در اختیار بسیاری از کوشندگان فرهنگی قرار دادید، از جمله خود من روزی که به لس آنجلس آمدم به هیچ تردیدی شاید شرکت کتاب اگر نبود بایستی روزگار بسیار سختری رو من مهدی آقازمانی هم تحمل می‌کردم و پله پرش و رشدی که برای من در شرکت کتاب فراهم اومد کمتر جایی به این سهل الوصولی در اختیار آدم قرار میده. وقتی مقایسه میکنم محیط امن و ایمن شرکت کتاب رو با حتی یک دستگاه هر ریز و تحویلی مانند صدای آمریکا، تلویزیون اندیشه، جاهای دیگه، جا داره واقعا از شما تشکر کنم. امنیت و جایگاه ویژه‌ای که ایجاد کردید نه فقط برای من، برای بسیاری از کوشندگان فرهنگی که میدونم نام بسیاریشون برای مردم بسیار آشناست و در زندگی امروز بسیاری از شهروندان ایرانی نقش جدی ایفا کردن، جایگاهی است که پله شروع و استمرار بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی شده. به هر حال شرکت کتاب نهادی است مال مردم ایران، متعلق به فرهنگ ایران و چیز خصوصی برای کسی نیست. اگه من شانس اینو داشتم که مدیریت اینجا رو به عهده بگیرم، شانس من بوده. افتخاری است برای همه جامعه ایرانی. ممنونم از شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خواهش می‌کنم. و سپاسگزارم از شما از اینکه بیننده برنامه‌های رسانه افق ایران تا به این لحظه بودید. به امید دیدار همه شما در برنامه‌های بعد. وقت خوش، خدا نگهدار.